همه چیز خانم. راننده، بیرون ماشینم که مثل توش کثیفه. چشم خانم، تمیز میکنم. خانم، لطفاً از پدرتون بپرسین اگه با من کاری ندارن من مرخص بشم. باید ساعت 5 برم دانشگاه. سلام. سلام. مویشی بدین، واسهتون خواستگار اومدی. خواستگار؟ با اجازه بهتر به اصل مطلب بپردازیم. عرض کنم که منظور از مزاحمت خارجون و بنده این بود که بعد از چند سال خدمت صادقانه تقاضام اینه که بنده رو به غلامی خودشون قبول کنید. خب نظر چیه مهین؟ پرویز جون، همینطوری که از صحبتاشون پیداست از خانواده نجیب و قدیمی هستم. خب چه کسی بهتر از پرویز میتونه شیرین و خوشبخت کنه؟ منم موافقم. بقیده بنده دایی از نکردم، بنده اصلا داخل آدم نیستم. با اختیار داری. آخه بنده دایی دایی که نیستم. به خدمت صاحب خودم عرض می شود که دختر عموی پسر عمه خال زاده عموی ناتنی بنده غلام اخوی خانم بزرگ بوده. این شد که به لحاظ این فامیل نزدیک بنده وارد این منزل شدم. شیرین خانم و بقیه هم محض قدرشناسی بنده رو دایی صدا می کنند. بله. خب دایی، نگفتین عقیدتون چیه؟ به خدمت صاحب خودم عرض می شود که حالا که ما سه تا بزرگتر موافقیم باید ببینیم چهارمی چی میگه. چهارمی چیه؟ خودش هیری قرار میگه. سلام. سلام عرض میکنم. پدر، اگه با راننده کاری ندارین اجازه بدین بریم. بیا بشین، ما حالا کار واجبتر از راننده داریم. آخه مادر میخواد بری دانشکده، کلاسش دیر میشه. خیلی خوب، بگو بره، زود برگرد. شنیدی پدرت چی گفت؟ معذرت میخوام، ماما کرکه نیستم. شیرین، شیرین، من خودم باهاش صحبت میکنم. راننده؟ بله خانم. ببینم این حرف آخرته؟ بله پدر، من پرویز رو دوست ندارم. ولی مادر به پرویز خورد داده. ولی پدر، من باید با پرویز عروسی کنم نه مادرم. خیلی خوب، به من درس نده، جوابش میکنم. به چندمیه که جوابش کردی؟
سلام بزر باز که دیر اومدی کجا بودی؟ خواب مونده بودم دایی دیشب هم شاگرد داشتم هم باید میرفتم دانشگاه عرض نکردم عیبی نداره عوضش من به جای تو ماشین تمیز کردم که ازت ایراد نگیرم خیلی خیلی ممنونم عوضش وقتی دکتر شدی باید بیام پهلوت که از وضع روحی و جسمی من یه معاینه دقیق من جاره کنم حتما پدر جو چیه؟ پدر وقتی رسید این کارخونه با ماشین کاری نداری؟ مگه باز میخوای جایی بری؟ آره میخوام برم خیاطی خیلی خوب تم که هر روز میری خیاطی؟ ای با امروز تازه روز اولمه دول بسیار خوب سلام قربان سلام راننده مگه نگفتم ماشین تمیز کن؟ خانم نرسیدم دیشب دانشگاه بود خونه گیره کن بسار وقتی به دفتر میدن اطاعت کن چشم قربان چشم خانمه ببر خیاطی چشم بارم این جو سیگاری یا آشکال دونی؟ ببخشید متوجه منظورتون نشدم جو سیگاری اینقدر پره که داره از سرش میریزه نگر داره همجا خالیش کن هیچ کس به اندازه شما من اذیت نمی کنه آخه هیچ کس هم به اندازه من تو رو دوست نداره وا چی شد؟ کجای پرویز خان که از تعجب شاخ در بیاد؟ ای ای علی جون جونم هیچ خبر داری باز برام خواستگار اومدی آره پرویز معاون پدرم ولی من جوابش کردم آره بیتر بذار ببینم بذار همه بدونم همه بدونن که من تو رو دوست دارم آه علی جون اگه من از تو بگیرم من دیوونه میشم شیرین جون منم به خاطر تو هر کاری میکنم من برای اینکه از تو دور نباشم حتی اومدم رانندت شدم تو که میدونی پولی که شبا از درس دادن در میارم و کمک تحصیلی دانشگاه میتونه زندگی منو بچرخونه ولی من به خاطر تو اومدم چیکار شدم؟ اومدم راننده شدم علی جون منم به خاطر تو همه کار کردم و میکنم علی جون خیلی دوست دارم میرم منم میرم میدونم منم میرم
آخرش چی؟ آخرش معلومه دیگه عزیزم، من مال تو میشم. وقتی این حرفو میزنی مثل اینکه فراموش کردی که من راننده تو. تو هم وقتی این حرفو میزنی مثل اینکه یادت رفته که 4 سال دیگه یه دکتر میشی. نه، شاید این مطلب ولی از نظر پدر مادرت فعلا هیچی رو عوض نمیکنه. شب رو حرفات خیلی فکر کردم. هر وقت که احساس کنم خطر داره نزدیک میشه، پدر مادرمو در مقابل عمل انجام شده قرار میدم. مفهوم آقا بزرگ زنده بود چی میشد؟ سلام. چی شده؟ این عکس تو نیست؟ زیر پا لهت میکنم، فهمیدی؟ تو حالا خیلی مونده که قاطی آدم ها بچی بسر. بیا اینم حقوق و مزایات، برش خود دار. پدر خواهش میکنم، گولتون رو واسه خودتون نگردارین، من شیرین دوست دارم. تو این آرزو رو به گور میبری، من اگه دخترم بمیره جنازش رو دوشتون نمیذارم. به 3-4 سال درس دکتری نباد. تو حتی اگر بهترین دکتر دنیا بشی بازم هیچی نیستی. باز به نظر من همون راننده‌ای هستی که بودی، فهمیدی؟ با این پولای عشق دیگه واسه کنید بخر. نه، عشقو هیچ وقت نمیشه با پول خرید. نرو علی. نه علی، نه علی، دوست دارم، به خدا دوست.
هستی، بودی، اما اخراج شدی. حالا تو یه مردی، منم یه زن. علی ترکیبشو دادم که به جای راننده قبلی استخدام بشی. فقط حواست جمع باشه، باید چهارچشمی مواظب باشی. آره، فعلا خدافظ. خرید داری گریه میکنی؟ نه چیزی نیست، یاد بچه ما فرید. فراموشش کن. کاش میتونستم. شوهر پس فطرتتون نباید هیچ وقت به خاطر یه زن هر جایی بچهشو فراموش میکرد. حالا که سرا گرفتن تو و مرگ بچهت گذشته به یادش افتادی؟ عزیزم به فکر من باش، به فکر من باش که هنوز زنده ام و به احتیاج دارم. شیرین، فردا باید بریم محضر. اینو جدی میگی؟ آره. علی عزیز دلم، جونم. جونم، فردا صبح تو محضر منتظر عروس خانم هستم. خب شاد اومد. شاهدت کیه؟ شاهد؟ میتونی دایی رو با خودت بیاری؟ دایی؟ آره. دایی، دایی صبح بخیر. کجا رفتی؟ دایی، دایی اینجایی. باز که داری گلای باغچه رو خراب میکنی. عرض نکردم من خراب میکنم. بیا بریم کار واجبی باید دارم. بیا. چی شده که امروز با بنده کار داریم؟ آخه امروز روز عروسی. چی؟ عروسی؟ جدی میگی؟ اینو شده در نیار. خب دوماد کیه؟ علی خودمون. علی شوفه؟ نه، علی دکتر. همین جا باشه برگردم، میخوام تو آینه ببینم شاخ در ورده. نه، نه، ولی قاعدتاً باید در ورده باشم. دست بردار داری. بگو ببینم با من هستی؟ بگیر اینجورم نماشه. الو، پرویز خان شما این؟ مواجده بدین گاومون زیده. علی و شیرین میخوام برم محضر. محضر؟ کدوم محضر؟ 117. فوراً اکبر رو پیدا میکنیم. میدونی که باید چی کار بکنیم. فقط بهش بگو که از طرف دارا اومدیم. چشم قربون. مطمئن باشیم. کیه؟ آقا یه لحظه تشریف بیارین، یه بسته واسهتون آورده. شما کی هستین؟ پس کوچه رو نایمه. کجا؟ چه عرض کنم خانم؟ گفتن اگه یه نفری که دور برش بیرون رو پیده کشه. آی با حالا دستم اگه نفر برم بگیرش. آقا من نامزد علی هستم، اما اون دختر شما رو دوست داره. الان هم تو محضرن، میخوان با هم عروسی کنن. محضر؟ شمارش چیه؟ شمارش؟ 117. محضر 117. 117؟ الو؟ گوشی رو گذاشت؟ پس چی؟ شما؟ سریع هرزی
کار به جایی رسیده که بدون اجازه من میخوای عروسی کنی ها؟ خوبی نکردی که فرستادی علی رو کتک بزنم، اونم از طرف من. خب الحمدلله به خیر گذشت. نمیدونم چه زمونه این شده که کوچکترها اصلا نمیخوان به حرف بزرگترها گوش بدن. کم کم شیرین خانم سرم. خب بگذاریم، این کسری موجودی بانک چی میشه؟ کدوم کسری؟ خیال میکنی من نمیفهمم ها؟ من خودم امشب دفاتر میبرم منزل تا صبح رسیدگی میکنم. وای به حالت اگه کار تو باشه. ولی قربان میدونین که من نفشو اصلا امروز روز نصیحت هم بر دخترم از این ورم 1,300,000 تومان کسر. ولی قربان بی خود قربان نکن. زن منو بگو که میگفته از خانواده اسم رستاری هستی. منو بگو که تو دوست اینجا نگه داشتم. ولی قربان گفتم حرف بزن. اگه کار تو باشه یه هفته مهلت داری فلانه سر جاش بذاری، وگرنه کاری میکنم که تا آخر عمرت پشت میله های زندان بپوسی. چی میخوای پسر؟ رفتم محضر، گفتن شیرینو بردی خونه داییرم بیرون کردی. به تو چه مربوطه بی سر و پا؟ بی سر و پا؟ میلیونر میبینی که نوکرا چی به روزگار من آوردن؟ میبینی؟ بدتر از اینشم میکنم، پس فوراً گم شو بیرون. اگه منظورت اینی که به نوکرات میگی من رو بکشن، زودتر این کار رو بکن، چون اگه تو منو نکشی من رو میکشم. پرویز برو بی سر صدا ببرش از کارخونه بیرون. چشم. ببینم تو رفیق گرگی یا چوبون گله؟ اگه راستشو بخوای منم مثل گوسفندی هستم که به چنگ گرگ افتادم. به مرگ تو خیلی ناراحت شدم که آقا فرستاد تو رو کتک زدم. میکشمش میکشمش. حالا میبینی به شرفم قسم اگه خبر داشتم تو و شیرین هم دیگر رو میخواین به خودم اجازه نمیدادم بیام خواستگاری. باور کن استاد پدر و مادر شیرین علی جان، اگه شیرین و پشت کوه قاف هم قایم بکنن، اگه دور تا دورش و دیوارش چین بکشن، باز خودم رو بهش میرسونم و عقدش میکنم. علی جان اگه یه موقعی کمکی پولی چیزی خواستی تعارف نکنی، رو من همیشه حساب کن. تعارف نکن، به مرگ خودت جدی میگم علی جان. خیلی ممنون پرویزم. به من چه ارتباطی داره؟ با هم شروع کردیم، همه پولایی که دزدیدم خرج تو شد. تو هم دست و بالت تو این جریان بنده پری خانم. تو خرج من کردی یا من فرش زندگیمو فروختم و چکسوفتهای تو رو از دست مردم میگرفتم و نمیذاشتم ببرن زندان؟ یادت رفته هر روز پول تو جیبی و پول سیگارتم من میدادم؟ خیلی خوب عزیزم، میدونم که به من کمک کردی، ولی من فقط امشب مهلت دارم. داره همه چیزو فردا میفهمه. خیلی خوب، حالا میگی من چیکار کنم؟ تنها راهش اینه که همین الان بری سراغ علی و بهش بگی شیرینو میخوان بفرستن اروپا. بهت قول میدم اگه علی امشب هر کاری داشته باشه زمین میذاره و میاد که شیرین جونشو ببینه. خب نتیجهش برای من و تو چی میشه؟ وقتی داره متوجه بشه که علی شبونه دزدکی وارد خونه شده، برای تو دهنی به علی شیرینو به من میده. ولی تو که میگی دارا بیرونت کرده، اون وقت انتظار داری دخترش هم به تو بده؟ دیگه فضولی نکن. پس کاسه زیر نیم کاسه است. مگه نه؟ کور خوندی؟ داری نقشه میکشی که چطوری علی بیچاره رو بدبخت کنی؟ ها؟ من نیستم. مگه اون جوان بیچاره چه ضرری به تو رسونده؟ اگر قرار باشه من برم زندون، خاطر جمع باش که تو هم با من میای پری خانم. من چه زن بدبختی هستم؟ اون از شوهرم که اینقدر زجرم داد، بعدشم با یه زن دیگه رفت، اونم از بچم که مرد. اینم از تو که وقتی فهمیدی دوست دارم هر روز یه بازی تازه سرم در میاری. ای
خیالی امشب بره خونه دارا. دارا اونو به جرم دوزی یکی دو ماه حبسش میکنه. جونم من براش تلافی میکنم. ولی اگه من با شیرین عروسی کنم استفادهشو تو میبری و تلافی تمام بدبختی های گذشتم در میدونی من فقط تو رو دوست دارم. خودت هم اینو قبول داری مگه نه؟ مطمئنی که بلایی سر علی نمیاد؟ اینو بهت قول میدم. باور کن. نقشت چیه؟ سلام. سلام. شما؟ من دوست شیرین هستم. واسهتون پیغام دارم. پیغام؟ مگه خودش؟ آخه میدونین پدر مادرش اجازه نمیدن از منزل بیرون بیاد. من تا حالا شما رو ندیدم. منم تا حالا شما رو با شیرین ندیدم. کم هم در ببینم اسم شما چیه؟ آزیتا. آزیتا گفتم شب ساعت 12 تو کتابخونه منتظر شماست. آخه میخوان فردا بفرستنش اروپا. بفرستنش اروپا؟ اما چرا تو کتابخونه؟ اتاق خودش که مطمئن تره. آخه میدونین شیرین فقط به هوای مطالعه میتونه تا اون موقع شب بیدار باشه. حالا چی بهش بگم؟ منتظر باشه. آره خوش بگذره. دار شرده بی‌انصاف. مگه مطلب مهمی نوشته؟ بردار ببین چی نوشته. متهم به قتل تاکنون اتهامات وارده را نپذیرفته و خود را بیگناه میداند. خب این که معلومه. هر گناهکاری خودش را بیگناه میدونه. بده به من. متهم مدعی است که زنی به نام آزیتا وی را به محل حادثه کشانده است. تو منو گول زدی. منظورت چیه؟ به من گفتی اگه علی نصف شب دزدکی بره سراغ شیرین اونو به جرم دزدی میگیرنش که فوقش دو سه ماه زندانی میشه که اونم تو تلافیشو در میاری. مگه نگفتی؟ خب درست عزیزم. ولی تو اون پیر مرد بیچاره رو کشتی که از دزدیات سر در نیاره. آری اون سر باش. منم سینه کردی که اون جوون بیگناهو بکشم تو دام تو. عزیز دلم فراموش کن. دست نزن قاتل. آدم کش. خداوندی خدای صدا در بیاد. تو را میفرستم دادست اون پیر ما شیر. با من چطور داری که شب و روز پیغام میری بیام دیدنت؟ میخواستم ببینمت. آخه دلم برا تنگ شده بود. الان مدتیه که تو زندونم و هیچ کس تو ملاقات من نیمد. تو خجالت نمیکشی؟ پدرم رو کشتی؟ بازم توقع داری وقتی به جرم قتل پدرم زندونی هستی من بیام ملاقات تو؟ نه من پدرتو نکشتم. لااقل تو یکی باید حرفمو باور میکردی. برای اینکه آدم احمقی بودم باید حرفتو باور میکردم؟ نه برای اینکه ما عاشق هم بودیم به حرفای همدیگه اطمینان داشتیم. در نمیگیم. من از هیچی خبر ندارم. نمیتونم بگم علی قاتله. نمیتونم بگم نیست. فقط تو دفتر کارخونه دیدم و شنیدم که چندین بار آقا رو تهدید به مرگ کرد. بله قربون تو دفتر کارخونه آقا رو تهدید کرد که میکشمه.
من اون شب خودم با گوشای خودم شنیدم که شوهرم اونو قاتل خطاب کرد. ازش متنفرم. برای اینکه کاردی رو که با خون پدرم رنگی شده بود دیدم. برای اینکه شنیدم پدرم در آخرین لحظه مرگش بهش گفت قاتل. نشیری، من پدرتو نکشتم. تو هم مثل همه اشتباه میکنی. من اونو نکشتم. با در نظر گرفتن اظهارات شهود که متهم به قتل چندین بار مقتول را تهدید به مرگ کرده، من نظر به اینکه بلافاصله پس از ارتکاب به جرم و حالت قتل بر بالین مقتول دیده شده و مقتول قبل از مرگ وی را قاتل خود نامیده است و با توجه به اینکه متهم و وکیل تفقیری او نتوانسته هیچ گونه دلیل و مدرکی که دال بر بیگناهی متهم باشد ارائه نمایند و تنها شاهد خود را زنی به نام آزیتا معرفی کرده که مشخصات کاملی از او در دست نیست و کوشش مامورین برای احضار وی به دادگاه بی نتیجه مانده و لاجرم به نظر میرسد که آزیتا نامی متهم وجود خارجی نداشته و فقط ساخته و پرداخته ذهن متهم برای گمراه کردن قانون میباشد، لذا دادگاه مورد اتهام را قتل عمد تشخیص میدهد. اما با توجه به جوانی و نادانی محکوم وی را از مجازات اعدام که در کیفرخواست دادستان منظور شده ما و به 15 سال حبس محکوم می نماید. وای خدای من، شما مادر شد؟ بله آقای دکتر. دخترتون شوکه شده، در وضع خطرناک شد. باید مدتی در استراحت و سکوت مطلق باشم چون بعدا ممکنه عواقب وخیمی داشته باشه. در ضمن بهتون مژده بدم، شما به زودی مادر بزرگ میشید. دخترتون حامل است. چه رسوایی، چه ننگی. از قاتل پدرت حامله شدی؟ الهی روز خوش نبینی که هم باعث مرگ پدرت شدی و هم باعث سرشکستگی من. الو قیشگاه، خانم دکتر رو بدید. نه میخوای شکار کنی مادر؟ میخوام بفرستمت بری مریض خونه کنت باشم. مادر نه، انتظار داری بذارم اون تخم حروم رو نگه داری؟ مادر حلال یا حروم بچه منه. اون بچه قاتل پدرته. خودم این لکه ننگ رو از دامنت پاک میکنم. نه مادر نه، آخه این بچه که نه از جنایت پدرش خبر داره نه از رسوایی مادرش، این فرشته ها پاک و معصومه. آخه چرا مادر؟ چرا؟ 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 دیگه به سر برسید. باید یک کسی پیدا بشه که دست کم اسمش رو بچت بزن. من فقط یک نفر رو میشناسم که حاضر این فداکاری رو بکنه. پرویز، معاون پدرت. نه قائل میشدی و صبر میکردی، کارت به اینجا نمیکشید. ولی من که تو دادگاه گفتم. چی رو؟ یه زنی به اسم آزیتا اومد به من گفت که دوست توی، از من خواست که شبونه بیام خونه شما و با تو صحبت بکنم. میگفت که قرار پدرت فردا صبحش تو رو بفرسته اروپا. گفت که تو بهش گفتی هر طور شده بیام ببینمت. به من دروغ نگو. نه شیری، به خدا راست میگم. من فقط گول خوردم، گول اون زن خوردم. به خدا راست میگم. اون زن، اون زن. پس اگه راست میگه کوش، کجاست؟ کاش میدونستم. من قربونی سادگی خودم شدم شیرین. برای من نقشه کشیده بودن. اگه تو واقعا مرا دوست داشتی پدرم رو نمیکشی. تو به جز پدرم داری مادرم هم دگمرگ میکنی. از وقتی که پدرم کشته شد با اون ناراحتی قلبی که داشت وضعش بدتر شد. به زور دوا دکتر زنده است. من به شدت از تو متنفرم. تو این حد متنفره که نمیخوای منو ببینی؟ بله دیگه، هیچ وقت نمیخوام ببینمت. منم همینطور. پشیمونم که مدتی دیوونه بار عاشق تو شدم و برای به حرفای قشنگ تو خوردم. پشیمونم. پشیمون ترم. علی Thank you.
سال آزگار هر روز روزی چند دفعه ازت اجازه گرفتم تا کمر خم شدم تحقیر شدم از خودم بدم اومد ولی باز ادامه دادم به امید اینکه به پولات برسم ولی تو ناامیدم کردی تو دلت میخواد جانشین پدرم بشی و مثل مار رو گنجی که پدرم دارم بذاری چی؟ اما چی؟ اسم تو اسم من بچه ای که هنوز متولد نشده از کیه؟ قاتل پدرم دنبال مردی میگشتم که پستر و بی‌غیرت‌تر از خودش باشه در ضمن منم به شدت ازش متنفر باشم مادرم نشونی تو رو داد از لطف شما مادرتون ممنونم اگه بخوای با هم عروسی میکنیم البته مصلحتی حالا اگه حاضری خودتو برای عروسی آماده کن زندگی مو
جون. نوست تو دقیقی رفتی؟ آم شده رفتی تو آب این بار فرهاد 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 کجایی؟ قرار شد جایی قایم بشی که من بتونم پیدات کنم. بیا بیرون پاسه میشمرم بیا بیرون وگرنه نمیتونم پیدات کنم. یک دو و سن و خود نه کجا قایم شدی؟ عجب زبلیه این بچه. فرهاد فرهاد چیه تو اینقدر داد میزنی؟ آخه تو کجا بودی؟ تو قایم شده بودم. قرار شد یه جایی قایم بشی که من بتونم پیدات بکنم. چوه؟ اگه پیدا میکردی که قایم موشک بازی نمیشد. اصلا قایم موشک بازی بی قایم موشک بازی. خیلی خوب یه فوتبال بازی کنم. نه 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 داره که تو اون کاری. بگم من بگم اگه چیزی دیگه بذارم درمیاد باشه. اگه ما نخواستیم فوتبال بازی کنیم با کی؟ مامانت داره منو صدا میکنه. تو همینجا باش من برگردم. الان چی چیزی بذارم بری تو جون. کسی خونه نیست؟ من که هستم. چی کار داری؟ میخواستم شیرین خانمو ببینم. با مامانم چی کار داری؟ مامان؟ مامانت کی عروسی کرد؟ پیش از تولد من عروسی کرده بود. نکنه مامانت تو اول تو رو زایده بعد عروسی کرده؟ ببینم بابات کیه؟ بابام دیگه. پرویز خون. الان مامانت خونه هست؟ بله، الان برم صداش میکنم. بگم کی اومده؟ بگو علی. علی مامان، مامان چی عزیزم؟ چی شده؟ چیه جونم؟ یه آقایی اومده دمی در کاهیت داری. چی کار داری؟ نپرسیدم چی کار داری. اسمشو نگفت؟ اسمش علی. علی؟ کدوم علی؟ من ابا اگه بخوای میرم دنبال نخواه سیا فدات بشم. چه عروسی کم. آره به کوری چشم تو به تمام آرزوام رسیدم. فقط این آرزو به دلم مونده که سر تو رو برای دار ببینم. تو تنها کسی نیستی که این آرزو به دلت مونده. قاتل بابات و اون زن مرموزم از خدا میخواستن که سرمو بالای دار ببینن. پدر من فقط یه قاتل داشت که نمیدونم با چه حقی از زندون فرار کرده. فرار نکردم. عفو بهم خورد. آزاد شدم. من میخوای پدرمو کشتی. مادرمو دغدغه کردی. دیگه چی میخوای؟ برو از زندگی بیرون. این کارو میکنم. اما نه الان. وقتی که اون زن رو پیدا کردم و بیگناهیم ثابت شد. وقتی که به خاطر ظلم و تهمت‌های ناروایی که به من زدی پشیمون شدی. وقتی رو پام افتادی و از معذرت خواستی. وقت به خودم لعنت میکنم که چرا عاشق تو شدم. بعد از زندگیت میرم بیرون. مطمئن باش این کارو جایی؟ بنده جنابالی رو جایی ندیدم. جایی من علیم. کدوم علی؟ همون علی راننده سابق. عرض نکردم علی نمک نشنا. نه دایی من نمک نشناس نیستم. جون من راست میگی. حتی اگه میدونستم نمک نشناس نیستی میومدم زندون ملاقاتت. خب چطوری آزاد شدی؟ تو که قرار بود 15 سال حبسی بکشی که. حرف به هم خود. خب از شیرین واسم بگی. اینجا که نمیشه باید یه جایی دنج واسم بگم. بفرماینم شوهر شیرین خود. به به علی آقا که ما رفت شدیم جایی بعدا میبینم پریز جون حرف بزنم. هیچ وقت خیال نمی کردم یه پسر به خوبی تو مرتکب اون عمل بشه. خب یه وقت آدم از کوره در میره. شما که در این مدت بی نصیب نموندی.
بالاخره خودتون رو چهار دفعه پا انداختین رو پولای اون بیچاره. ولی با این همه میخوام منو رفیق خودت ببینی. اگه کاری داشتی حتما بیا پیش من. میتونی رو من حساب کنی. خیلی ممنون. با اجازه. ما ممکنه امروز بریم ویلای شمشک. اگه تونستی فردا پس فردا یه سری به من بزن. دایی ماشین رو تمیز کن. میخوام برم بیرون. بابا! بابا چرا من بخواهی نباید دیگه؟ بارو گم شو. حسنه ندارم. این چه طرز رفتار با بچه هست؟ من همینیم که هستم. چرا بابا جون؟ مگه من دوست نداری؟ به دل نگیرم. بابا خستم. بودو برو بازی کن. بودو جونم بودو. باشه قربان. هر کاری بکنی بازم دوست دارم. بارو گم شو. دیگه رفتار تو با بچه غیر قابل تحمل شده. بدتر از اینم میشه. راستشو بخوای اصلا چشم دیدنشم ندارم. پس چرا طلاقم نمیدی؟ چرا از خونه و زندگیم نمیری بیرون؟ بازم حرفای همیشه. پنج ساله که از من طلاق میخوای، منم میگم نمیدم. یا میدم، اما به این شرط که بچه پیش من بمونه. روز اول با تو قرار گذاشتم، تو که حقی به اون نداری. چرا؟ فعلا که بچه من. چطور وقتی اسم طلاق میاد بچه تو میشه؟ اما وقتی احتیاج به محبت داری، بچه من میشه و تو چشم دیدنش رو نداری. من چه بهش محبت بکنم چه نکنم، اون قانونا بچه من. اگه طلاق میخوای باید ازش چشم بپوشی. نه، نمیتونم بدون فرهاد زندگی کنم. نمیتونم. پس مجبوری با من بسازی. پنج سال تمام شوهرت هم هنوز رنگ اتاق خوابتو ندیدم. تو دلت چه؟ به من دست نزن. اگه خیال میکنی حالا که اری از زندان اومده بیرون میتونی از من طلاق بگیری و خودتو بندازی تو بغلش، کور خوندی. مطمئن باشم اونطوری که از ریخته تو متنفرم، از اونم بیزارم، میفهمی؟ خوشحالم که گفتی تایی دارت گواهی میده که من قاتل نیستم. از نگردم، تو جوون پاک و باصفایی هستی. خب چه میشه کرد؟ قسمت این بوده یه چند سال یه گوشه ای بری آب خونک بخوری. بخور. چه آب خونکی؟ خدا قسمت هیچ کس نکنه. راستی درس و تحصیل تو چیکار کردی؟ تو زندون برنامه های دانشکده رو میگرفتم و میخوندم. حالا باید ببینم چطوری میتونم امتحان بدم. خب به سلامتی. موشه جون. علی، میدونم که دوزش داری، اونم تو رو دوست داره. ولی خب این دردی که عشقش قاتل پدر باشه، اون دختر بیچاره رو دیوونه کرده. تو نمیدونی چی کشیدی، پاک دیوانه شده بود. به مرگ تو این مدت همش پیش این دکتر برو اون دکتر. خیلی هم میچنه درد کشید، همش عصبانی بود. آخ دایی، اگه این زن رو پیدا کنم، پنج سال تمام تو زندون این عکس کشیدم. دیدم نه باری کرده از نگردم. عجب خوشتی دیدی تا اونجایی که یادمه قیافش این شکلی بود. بری جون سلام. به به، پارسال دوست، امسال آشنا. بفرمایید. معذرت میخوام، این چند وقته گرفتار بودم. برای به جون خودت همش به فکر تو بودم عزیزم. اگه یه چیزی ازت بپرسم راستشو میگی؟ خب معلوم. زیپمو ببند. چطور شد که یه حفیلت یاد هندوستون کرد؟ هیچی، باور کن هیچی. دیدم نمیتونم فراموشت کنم عزیزم. اینو شروع کردی که منو فراموش کنی. حالا که من اینجا هم عزیزم. راست نگفتی، واسه اینکه حرفت به دلم ننشست. خیلی خوب، علی از زندون آزاد شده. میدونی که کدوم علی رو میگه؟ نگفتم یه کاسه ای زیر نیم کاسه هست. اما نه ترس، من اگه قرار بود لوت بدم تو این چند ساله لوت میدادم. حالا اگه باز خاطر این اومدی برو بیرون. خاطر جمع باش. بزن به چاک. نه
میدونستم دلم گواهی میداد. قول بده که هیچ وقت سرکم نکنه. قول بده. قول میدم. سلامت قربان جون. حالا تو خیال داری چی کار بکنی؟ نمیدونم، باید یه کاری دست و پا کنم. تو جایی رو سراغ نداری؟ تو که زندونی تو کشیدی، بیا تو کارخونه خودمون کار کن. اگه کلاهمون چه بیفته، دیگه اون طرف ها پیدام نمیدونم. علی، پسر جون، بی خودی لجبازی نکن. من خیلی فکر کردم قاتل باید یکی از نزدیک های خود آقا باشه. اتفاقا حتما باید بیای تو کارخونه خودمون کار کنی. ولی من اول باید بیگناهیمو ثابت کنم. تازه چطوری برم پیش پرویز و بهش بگم کار میخوام؟ یه کاری نداره. ببین، تو امروز خیلی به پرویز بی اعتنا بودی، ولی وقتی رفتی پیشش و ازش کار خواستی، حتما اگه از روی لج شیرینم باشه بهت کار میده. حتی اگه کارم نباشه تو رو استخدام میکنه که اون دختره رو زج بده. برو برگردم نداره جوزو. بیچاره شیرین که با آتیش من سوخت. خوابه خوابه، گذشته رو فراموش کن. فعلا بهترین کار اینه که بری کارخونه و استخدام بشی. تو باید به همه مظلوم باشی، حتی به خود من که بهت میگن دایی. بله؟ بله باشه. قربان، آقای به اسم علی اومدن با شما کار دارم. بفرستنش تو. سلام قربان. سلام علی جون، خوش اومدی. بیا بشین. خیلی ممنون. اگه یادتون باشه گفتین میتونم رو شما حساب کنم. من دنبال کار میگردم. خب چه جور کاری؟ فرقی نمیکنه. من دیگه هیچی نیستم، نه امیدی، نه آینده‌ای، هیچی. خب تو کارخونه که محل خالی نداریم. فقط چی؟ مگه اینکه برگردی سر کار سابقه. خب چی فکر میکنی؟ والا برای من فرقی نمیکنه، اما اگه خانم قبول کنه رازیش میکنم. اون با من. چهارشنبه جشن تولد فرهاده، حتما کار زیاده تو هم لازم داره. برو پایین. برو جانم سویچ اتومبیل رو بگیر. خیلی متشکرم. با اجازه شما. ممنون. بگو اسم بیا پیش من. مامان جونم، همه یه باباهای دنیا بچه هاشون رو دوست ندارن؟ نه پسرم. چرا؟ بچه بابا هیچ وقت من دوست نداره. چرا همش با من دعوا میکنی؟ مگه من کاری بدی میکنم مامان؟ نه پسر جونم، میدونی بابات کاری زیادی، اینه که یه کمی حوصله نداره. نه مامان جون، بابا منو دوست نداره. بابا و یه رفیقام اینقدر بچه هاشونو دوست دارن، اینقدر براشون قصه میگن، اینقدر بهشون محبت میکنن. خب منم که بهت محبت میکنم عزیز دلم، پسر خوشگلم. ولی آخه تو مامانی، بابا یه چیزی دیگه است. آخه هیچ که بابا نمیشه. منم دوست دارم بابام برام قصه های خوب بگی، منو ببری گردش، بستنی قصه برام بخری، با هم بازی کنیم، برام اسباب بازی بیاری، نه اینکه هر روز تو و منو دعوا کنی. نه عزیزم، نه خوشگلم، بابات با من دعوا نمی کنی، ما با هم صحبت می کنیم. اگه روش میگی سره ندارم. پرویز. سلام عزیزم. چیه؟ اون اینجا چی کار میکنه؟ خب استخدامش کردم. چی کارش کردی؟ استخدامش کردی؟ اونم قاتل پدرم و؟ عزیزم گذشته رو فراموش کن. چی رو فراموش کنم؟ قتل پدرم یا مرگ مادرم و؟ همین الان بیرونش میکنی و الا هرچی دیدی از چش خودت دیدی. چی خواهی بگی؟
گوچله یه وقت ما رو نکشه. من که باور نمی کنم. منم همینطور. شیرین، علی باید اینجا بمونه. تو خودت هم اینجا زیادی هستی، چه برسه به اون؟ تو اون آدم کشو برای رانندگی استخدام نکردی، استخدامش کردی که منو اذیت کنی. شب و روز چشم من تو چشم قاتل پدر بی... الان با وکیلم تماس میگیرم که از دادگاه تقاضای طلاق بکنی. اینو جدی نمیگی؟ چرا جدی میگم؟ خیلی هم جدی میگم. وقتی کار طلاق تموم بشه، اون وقت مثل آشغال از خونه و زندگی میندازم بیرون. الو، آقای وکیل تشریف دارن؟ لعنتی. آقای وکیل؟ بابا جون داری میری بیرون؟ آره. منم با خودتون ببین گردش. بارا خودتو لوسه کن. باش. خیلی خوشحالم که من این بری گردش. دوست داری بریم شمشک اسکی بازی؟ آره، از خدا میخوام بابا جون. میتونست نگرفتیم که بریم شمشک، ممکنه اون دل با پس من بشه. خیلی خوب، برم بهش برم با میزن. اینجا میخوای تلفن بزنی؟ به اینجا باش تا من برم از این خونه به مامان تلفن بزنم و بعد. باشه بابا جون. جایی نری آفیسر جون. باشه خیلی خوب، ولی زود بیا. یا الان میام. پری جون. پرویز. سلام. سلام. چه خوشگل شدیم. مرسی عزیزم، میخوام چند تا تلفن بزنم. باشه. اگه زحمتی نیست برام یه لیوان آب. خیلی خوب. الو حسام، بایی؟ خوب گوش کن، بچه‌مون داره عملی میشه. الان را میافتی میری شمشک. قصه شیرین و نخورون دیوونه حالیش نیست. الان فرهاد تو ماشین منه، میخواد که ببرمش شمشک. به شیرین تلفن میزنم که با فرهاد میخوایم بریم گردش. شیرین وقتی به فهمه، فوراً با اون راننده احمق میان سراغ فرهاد. اون موقع است که کلکه هر ستاشون رو میکنیم. من و تو میمونیم که یه عمر لذت ببریم. خلاصه میخوام ذاتتو نشون بدی. بیا عزیزم. مرسی. پالتو پوشیدی؟ مگه میخوای بری بیرون؟ من؟ آره میخوام برم سلمون. بابات گرفتاری پیش اومده، قرار شد من ببرم بگردونمت. ولی من دلم میخواست با بابام برم گردش. ولی با من بیشتر بهت خوش میگذره کوچولو. ناراحت نباش. الو، توی پرویز؟ بگو بچه رو کجا بردی؟ دلش میخواد بره اسکی، میخوام ببرم شمشک. در ضمن خیال داریم شبم اونجا بمونیم. اگه خیلی ناراحتی بگو راننده بیارته. من با اون راننده هیچ جا نمیام. زودتر بچه رو بردار بیار. انگار نشنیدی چی میگم. اجباری نداریم برنامه اونو به خاطر تو برم بزنی. الو، 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 جایی، جایی بگو ماشون رو زودتا حاضر کنم بریم. اگه روش میگی چرا بچه خودتو نمیبری گردش؟ منم یه پسر داشتم که اگه از دست باباش دق مرگ نشده بود، حالا سن و سال تو رو داشت. چطور شد که از دست باباش دق مرگ شد؟ داستانش مفصله. یه زن زیر پای باباش نشست و وادارش کرد که به من و بچم
کجا بودی؟ با کی بودی؟ با یه خانم. همون اجازه میدی برم گردش؟ نه عزیز دلم، فردا جشن تولدته، باید باشی و به من کمک کنی. خوش دلم ببری خونه. بچه رو چیکار کردی؟ خودش خواست پیش مادرش باشه. تو تمام نقشه های منو به هم زدی. هرزه ی کسافت. تمام حرفو که با حسام شنیدم. بازم میخوای آدم بکشی؟ آخه چرا؟ مگه اون طفل معصوم چه گناهی کرده؟ هیچ کاری رو بی اجر نمیذارم. به تو هم به موقعش خالی میکنم. برو گمش از خونه من بیرون. 5 سال تموم من شادر اصیل خودت کردی. 5 سال تموم من با وعده های دروغت اخبار کردی که به پلیس راد دادم. حالا بازم بخوای جنایت کنی و من رو شریکیار به خودت بکنی. قاتل، آدم کش، برو بیرون. برو از خونه من بیرون. دیگه نمیخوام ببینم. چیزی بازش بید تفل معصوم از زور تا حالا چشمه رای بابا اومد. بابا جون جونم پس بابا کش پس بابا چه نیومد کار داشت بابا ولی این هدیه رو واسه خرید داد بسته بندشم کرد به من گفت اینو بهت بدم و بگم تولدت مبارک بزن بابا من این کار هیچ وقت نمی کرد راست بگو اینو بابا بدار آره پسرم بابات خریده دروغ میگم خودش خریده اما دلش به حال فرهاد سو به اسم باباش داد که چش انتظار نباشه امیدوارم که بپسندش خدایا کمکم کن یه زن پیدا کنم خدایا کمکم کن خدا همیشه واسه دعا میکنم که هر چه زودتر این مار خوشخط و خالو گیر بیاری و خودتو راحت کن به خداوند یه خدای گیرش بیارم میدونم باش چی کار کنم یالو علی زود ماشین رو حاضر کن میخوام برم کافه شهلا چی؟ کافه شهلا؟ با خودش کار داری یا با کافهش؟ میخوام برم سراغ همون خانومه که اونجا کار میکنه کدوم خانومه؟ میشتسش بگو فرها چون اون رفیق منی بهبه چشم روشن تو رفیق شخصی هم داری معلومه آقا جون منو با اتوموبیلش میخواد ببره گردش گفتم اونو کجا دیدی من اونو ندیدم اون منو دید گفت اگه بخوام ببینمش برم کافه شهلا زن خوشگلیه بدکی نیست اگه میخوای شما هم بیاید با هم بریم حتما این عکس خودشه آره علی عرضه کردم چه
ازش نبول جایی؟ چه عرض کنم؟ برو بابا تو هم چه کنم چه کنم؟ خدایا این چه کاری بود کردم؟ باز این پسره یه بچه‌ست برای اون جوان بیگناه چه نقشه ای داره؟ سلام جانم، چطوری؟ هنوز زوزن رو پیدا نکردی؟ ایشالا پیداش میکنم. امیدوارم پیداش کنی. نه خیلی جا باز سر. کجا؟ موفق باشی. برای اینطور که پیداست تو خیلی بدشانسی نه؟ انگار همینطور رو
مادرمو. همین الان بیرونش میکنی بلا هر چی دیدی از چش خودت دیدی. مرسی عزیزم، میخوام چند تا تلفن بزنم. باشه، اگه زحمتی نیست برام یه لیوان آب. خیلی خوب. الو حسام، بایی خوب گوش کن، نقشمون داره عملی میشه. الان را میفتی میری شمشک. حسی شیرین و نخورون دیوونه حالیش نیست. الان فرهاد تو ماشین منه، میخواد که ببرمش شمشک. به شیرین تلفن میزنم که با فرهاد میخوایم بریم گردش. شیرین وقتی بفهمه فوراً با اون راننده احمق میاد سراغ فرهاد. اون موقع است که کلکه هر ستاشون رو میکنیم. من و تو میمونیم که یه عمر لذت ببریم. خلاصه میخوام ذاتتو نشون بدی. خداحافظ. موفق باشی. بیا عزیزم. مرسی. پالتو پوشیدی؟ مگه میخوای بری بیرون؟ من؟ بابات گرفتاری پیش اومده، قرار شد من ببرم بگردونمت. ولی من دلم میخواست با بابام برم گردش. ولی با من بیشتر بهت خوش میگذره کوچولو. ناراحت نباش. الو توی پرویز؟ بگو بچه رو کجا بردی؟ دلش میخواد بره اسکی، میخوام ببرمش شمشک. در ضمن خیال داریم شبم اونجا بمونیم. اگه خیلی ناراحتی بگو راننده بیارته. من با اون راننده هیچ جا نمیام. زودتر بچه رو بردار بیار. انگار نشنیدی چی میگم. اجباری نداریم برنامه اونو به خاطر تو به هم بزنیم. الو 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 جایی بگو ماشین رو زودتر حاضر کنم بریم. اگه روشنگی چرا بچه خودتو نمیبری گردش؟ منم یه پسر داشتم باباش دقمرد نشده بود، حالا سن و سال تو رو داشت. چطور شد که از دست باباش دقمرد
بعدش مفصله. یه زن زیر پای باباش نشست و وادارش کرد که به من و بچه جون. تو کجا بودی؟ با کی بودی؟ با یه خانم. مامان اجازه میدی برم گردش؟ نه عزیز دلم، فردا جشن تولدت باید باشی و به من کمک کنی. خوشگلم. بچه رو ببری خونه. بچه رو چیکار کردی؟ خودش خواست پیش مادرش باشه. تو تمام نقشه های منو به هم زد. هرزه کسافت. تمام هر کجا با حساب شنیدم. بازم میخوای آدم بکشی؟ آخه چرا؟ مگه اون طفل معصوم چه گناهی کرده؟ من هیچ کاری رو بی اجر نمیذارم. به تو هم به موقعش خالی میکنم. برو برو گمشه از خونه من بیرون. 5 سال تموم من تا در اصیل خودت کردی. 5 سال تموم منو با وعده های دروغت اخبار کردی که به پلیس راز دادم. حالا بازم بخوای جنایت کنی و منو شریک جرم خودت بکنی. قاتل آدم کش. برو بیرون. برو از خونه من بیرون. دیگه نمیخوام ببینم. امیدوارم چه بپسندش. خدایا کمکم
بچه واسه دعا میکنم که هر چه زودتر این مار خوشخط و خالو گیر بیاری و خودتو راحت کن. به خداوند یه خدای گیرش بیارم، میدونم باهاش چی کار کنم. یالو علی زود ماشین رو حاضر کن، میخوام برم کافه شهلا. چی؟ کافه شهلا؟ با خودش کار داری یا با کافهش؟ میخوام برم سراغ همون خانومه که اونجا کار میکنه. کدوم خانومه؟ بگو فرحات چون اون رفیق منی. بابا چشم روشن، تو رفیق شخصی هم داری؟ معلومه آقا جون، منو با اتوموبیلش میخواد ببره گردش. گفتم اونو کجا دیدی؟ من اونو ندیدم، اون منو دید، گفت اگه بخوام ببینمش برم کافه شهلا. زن خوشگلیه، بدکی نیست، اگه میخوای شما بیاید با هم بریم. حتما این عکس خودشه؟ آره. چرا مایه با خودش نبود دایی؟ چه عرض کنم؟ باری بابا تو هم چسب کنم چسب کنم. خدایا این چه کاری بود کردم؟ باز این پسره یه بچه‌ست برای اون جوان بیگناه چه نقشه ای داره؟ سلام جانم، چطوری؟ هنوز زوزن رو پیدا نکردی؟ ایشالا پیداش میکنم. امیدوارم پیداش کنی. من خیلی جا باز سر کجا؟ ولی اینطور که پیداست خیلی بدشانسی نه؟ انگار همینطور آقا. Thank you.
بیاد بیای شهادت بدی. اینم کاشتش فاسو خوب تیر رو بردم. آره مرد میخوام. اداره پلیس رو بدید. بفرمایید. اینجا یه قتلی اتفاق افتاده. قتل؟ کجا؟ کاباره خروس طلایی. کاباره خروس طلایی. گفتین قاتل و مقتول هم هستن؟ بسیار خوب، به چیزی دست نزنین تا مامورین بیان. خبرش؟ قاتل پدرت کیه؟ میخواید بدونی کی منو تو را از هم جدا کرد؟ میخواید بدونی کی باعث شد پنج سال از بهترین سالهای زندگیمو تو زندون بگذرونم؟ شریک زندگیت، شوهرت، پدر بچهت. نه، این غیر ممکنه. چی؟ غیر ممکنه؟ اون بود که پدرتو کشت، اون بود که مادرتو دغمغ کرد، اون بود که به قیمت نابودی من به تو و به پولات رسید. من فقط یه شاهد داشتم که اونم شوهر عزیزت کشتش. ولی من زندگیش رو آتیش میزنم، بلایی سرش میارم که جیگرش بسوزه. دلت بخواد بزن بریم. برو بریم.
قاتل؟ بابای تو. بابای من؟ نه تو دروغ میگی. نه پسر جون. نه به من دست نزن. تو من رو بودین تو که اذیت کنی. نه جونم. بیا با هم دست بدیم. ما که با هم دوستیم. جلا دیگه. اما من اذیت نکنی و. این چه حرفی دنی؟ بزن قدر. خوش تو من؟ چه جور. خب حالا من چیکار کنم؟ من نمیتونم. اگه بگم ما با پیت باش صحبت کنی خوبه؟ آره آره. اما چطوری؟ بریم باقی سمسکمون. من توی یه فیلم دیدم که بچه نقشه میکشید. خودش بسته بود به تناب. نه اما کار خوبی نیست. تو ناراحت میشی. نه من ناراحت نمیشم. من رو دایی زیاد از این نقشه ها کشیدی. من خیلی دوست دارم. تو کاریت نباشه. با من علی آقا. بریم به بابام تلفن بزن. دایی منم علی. آقا خونه است؟ پسر جون این چه کاری بود کردی؟ بچه رو چرا بردی؟ علی تو رو به تمام مقدسات عالم قسم. اعتراف کنه علی. آخه بچه رو که به جرم پدر آزار نمیدن تو که نمیدونی. فرهاد پسر به دشمن خفه شو. روش کن نمک بهروم. من تو رو از خاک بران کردم. حالا هم قدرتشو دارم پوزتو به خاک ببرم. نه فقط تا امشب مهلت داری. فکراتو بکن. کجا؟ نترس علیو خوب. من فرار نمی کنم. قولم قوله. نخواستم برم تناب بیارم که دست بابا ببندی. این آتیشو تو روشن کردی. حالا خودت هم باید خاموشش کنی. فهمیدی؟ ماشالله. برو کارخونه یه ماشین بیار. ممکنه لازم بشه. برو. عرض نکردم. تو میخوای من تسلیم اون نمک بهرون بشم؟ اگه راست میگی پس چرا نمیذاری به پلیس تلفن بزنم؟ پلیس هیچ کمکی نمیتونه بکنه. به صلاح تو و فرهادم نیست. از کی تو حالا صلاح من و فرهاد برات مهم شده؟ نه جونم. تو میترسی پلیس که خالت کنه گیر بیفتی. اینطور که معلومه حرفای علی چندانم بی اساس نیست. خفه شو. نه جونم. بچه‌ام در خطره. هر کاری که بتونم میکنم. جواب این گستاخی تو بعداً میدم. بدم تو. بدم تو. بیا. بیا. کمک کنی. بدم تو. بدم تو. اگه صدا در بیاد میکشم. کمک کنی. بچه هم. بدم تو. الو. بابا جون، بابا جون، بیا منم نجات بده، خواهش میکنم، خواهش میکنم، بابا جون، بیا منم نجات بده. پسرت خیلی بیتابه میکنه، تصمیمتو گرفتی؟ تصمیم گرفتم اگه به چنگم بیفتی تیکه پارت بکنم. مرد، من اگه بچه شیرین زبونی مثل بچه تو داشتم، جونمو براش میدادم. غیر ممکنه یک کلمه حرف از دهن من بشنوی، هر غلطی میخوای بکن. قبول نکرد؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ الو؟ اون همه بلاهایی که سرم آوردی؟ زندون رفتنا، در به دریا، هیچ کدوم نتونستن از من مثل تو پس فطرت یه قاتل بسازن. بچت صحیح و سالمه، بیا ببرش. الان کجاست؟ شمشک تو ویلای خود. پس تمام این مدت زیر گوش من بودی نامرد؟ نه من میرم چون دیگه کاری ندارم. آره خوبه. نگفتم علی بیگناهه. همه شخص تعویض. اون رفته باغ شمشک. علی تلفن زد. جایی بودو بریم کنیم تو خبر کنیم بودو. بابا جی اون کجاست؟ علی؟ آره اون رفت. بیا بریم. بودو برو سوار شو.
لعنتی سویچو برداشته. عویز دنبال این میگردی؟ بیا بیرون، بیا بیرون. کسا برم کن برم 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 برمش. من بچه کش نیستم اما نامرکز چرا؟ نکن پسرم فرهاد، گولشو نخور فرهاد، من پدرتم. دروغ میگه مادرت الان همه چی رو گفت. من دروغ نمیگم فرهاد. اونو مادرت دست به یکی کردن که منو تو رو از هم جدا کنه. نه فرهاد فرهاد خدا فرهاد نه خواهش میکنم فرهاد فرهاد نه نه حقم نرو تو رو خدا از جد تکن نخور ممکنه خدایی نکرده فرهاد باش سر جا شما حتی بابا از حالا نمیگم که علی بابایی رشته چیه مگه تو نمیخواد از این بالا درشته خواهش میکنم این کارو نکن علی بابا. من زیر زای خدا به این رحم کن. نه منو ببخش علی، خواهش میکنم منو ببخش علی، منو ببخش، منو ببخش علی، این کارو نکن. اعتراف کن، خواهش میکنم این کارو نکن. خیلی خوب، خیلی خوب، همه چی رو میگم. من 1,300,000 تومان اختلاس کردم. آب دیگه پیره مرد فهمید، میخواست زندونیم کنه. برای این بود که کشتمشو، خونشو انداختم گردن تو، بعدشم پری رو کشتم که نیاد شهادت بده. آره میدونم که پلیس دنبال منه، دیگه کاری ازم ساخته نیست، دیگه خورم به بنبست. اون پیره مرد همش پولشو به رخم میکشید، اون همش تحقیرم میکرد. آره من این کارا رو کردم، من دارا رو کشتم، من پری رو کشتم، من
مدت ها دنبال مدرکی بودیم تا دستگیرت کنیم. خوشبختانه خودت به جرم ها اعتراف کردی. ببرین. عرض نگردم.